وضعیت ایران در زمان شاه. رسانه‌های استعماری به طور گسترده از زمان دیکتاتوری شاه تبلیغ می‌کنند. البته واقعیت ماجرا کاملا متفاوته. همین الان هر مبارزی در ایران می‌دونه که همین رسانه‌های استعماری بودن که یکی مثل رضا پهلوی رو رنگ کردن و به جای یک منجی و آزادکننده نشون دادن و میدن. دقیقاً به همین صورت در دورانی که دیکتاتوری شاه هم با آخر خط رسیده بود، همین رسانه‌های استعماری خمینی رو در قالب یک رهبر نجات دهنده که میتونه مردم رو نجات بده ارائه کردن. این در حالی بود که خمینی فقط برای این اومد که همون راهی که دیکتاتوری شاه میرفت رو ادامه بده و جنایت‌ها و خیانت‌های ناتمامش رو به سرانجام برسونه و تکمیل کنه. اما بهتر که با نگاهی کوتاه ببینیم وضعیت در زمان شاه چطوری بوده و خلاصه چرا مردم بر علیه شاه قیام کردن. در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به 2 سال قبل بدین قرار است: گندم 320%، شکر 308%، سیمان 300%، هش 220%، آهنالات 200%، روغن نباتی 200%، الیاف مصنوعی 220%، پوست و چرم 200%، مواد پلاستیکی تا 400%. شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. در زمان رضا شاه حضور انگلیس با تسلط بر منابع نفت ایران به اوج خود رسید و تا جنگ جهانی دوم انگلیس قدرت برتر در ایران به شمار میرفت. پس از سقوط رضا شاه در سال 1320 مردم ایران این امکان رو پیدا کردند که اعتراضات خود نسبت به انگلیس و سیاست‌های استعماریش و دولت‌های وابسته به اون در ایران رو ابراز کنند. دکتر محمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران در این دوران تونست یک جنبش سراسری برای ملی کردن صنعت نفت راه بندازه. مبارزه‌ای که اکثریت مردم ایران در اون شرکت فعال داشتن و از مصدق حمایت می‌کرد. در سال 1330 پس از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت، محمد رضا شاه به دلیل فشار افکار عمومی مجبور شد نخست وزیر مصدق را بپذیره. 27 ماه حکومت مصدق از یک طرف صرف اجرای قانون و از طرف دیگه صرف مقابله با فعالیت‌ها علیه دولت شد. فعالیت‌های علیه دولت مصدق توسط دربار، روحانیان طرفدار دربار و حزب توده انجام می‌شد. سرانجام با دخالت آمریکا و انگلیس کودتا علیه مصدق شکل گرفت و دولت مردمی مصدق برکنار شد. کودتا علیه دولت مصدق که یک دولت دموکراتیک و مردمی بود تأثیر زیادی بر جامعه گذاشت و مردم ایران آمریکا رو در کنار انگلیس به عنوان یک دولتی که ضد دموکراسی عمل میکنه شناختند. حتما در رابطه با دوران شاه شنیدید که میگن اگه شاه سرنگون نمیشد پیشرفت میکرد که مثل ژاپن میشد. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که ما شانس پیشرفت رو در زمان مصدق داشتیم، چون مصدق تونست یک دولت مردمی به کار بیاره که قدرت سیاسی و اقتصادی از انحصار شاه خارج شده. این چیزیه که لازمه یک پیشرفت کشوره. اما متاسفانه با خیانت شاه که با هندسی انگلیس و آمریکا و آخوند کاشانی تکمیل شد، کودتا علیه مصدق شکل گرفت و این دولت مردمی سرنگون شد. این خیانت شاه نه تنها باعث شد که کشور ما از مسیر پیشرفت توسعه اقتصادی و سیاسی باز بمونه، بلکه راه رو برای روی کار آمدن دیکتاتوری آخوندی باز کرد. پس درسی که برای ما داره اینه که آینده روشن برای ما فقط با آزادی به دست میاد و تحت هیچ نوع از دیکتاتوری شاهی و شکلی نمیتونیم به چیزی که شایستش هستیم بریم. پس از اون شاه هم در آستانه سفر نیکسون به ایران 3 دانشجوی معترض رو در جریان اعتراضات 16 آذر 1332 به قتل رسوند که به روز دانشجو شناخته شده. در اسناد شورای امنیت ملی آمریکا اومده که ارتش تنها منبع قدرت برای سلطنت و به همین دلیل کمک‌های نظامی آمریکا به ارتش ضروریه تا ارتش به شاه وفادار بمونه و در نتیجه همین رژیم مستحکم شده و به سمت غرب جهت‌گیری کنه. به طوری که دیدیم شاه عملاً به آلت دست آمریکا تبدیل شده بود و برای همین روز به روز رودررویی مردم با شاه بیشتر می‌شد. اوج این رودررویی در به خاک و خون کشیدن تظاهرات 15 خرداد 42 بود.
این اتفاق باعث شد که مخالفین دیکتاتوری راهی جز ورود به مبارزه مسلحانه و قهرآمیز نداشته باشند.